درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 12 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز گزارش داده در اقدامی کم سابقه حدود 90% از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از پایان قریب الوقوع تحریم تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و از دولت دونالد ترامپ خواستند اقدامات دیپلماتیک برای تمدید این تحریم را افزایش دهد. رویترز با اشاره به اینکه نحوه مواجهه با موضوعات مربوط به ایران بارها به اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها دامن زده است، نوشته است این نامه را تاکنون حدود 90% از اعضای مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار دموکرات‌ها است، امضا کردند. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز امروز جمعه از احتمال تعطیلی هفته آینده استان خوزستان به دلیل روند افزایشی شیوع کرونا در این استان خبر داد. همزمان دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر نیز افزایش شمار بیماران بستری کرونا در این استان را نگران کننده خواند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه از مرگ 63 و ابتلای 1006 نفر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به تعداد کل قربانیان این بیماری را 6091 و مجموع کل بیماران مبتلا به کرونا را 95646 نفر اعلام کرد. بر مبنای گزارش‌های غیر رسمی و منابع بیمارستانی، تعداد فوت شدگان این بیماری در ایران دست کم 13193 نفر است. حسن روحانی به وزیر بهداشت دستور داد شرایط و دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز فعالیت مشاغل و مراکز پرتجمع و پررفت و آمدی که تاکنون بازگشایی نشده اند را آماده و برای تصویب در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی کرونا ارائه کند. انجمن سندیکاهای فرانسه متشکل از 5 سندیکا در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرکوب و آزار فعالان مدافع حقوق کارگری، معلمان، کنشگران مدنی و هنرمندان ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری فعالان زندانی شد. آمریکا میگوید ونزوئلا که با مشکلات شدید مالی مواجه است، هزینه تعمیر و بازسازی صنایع نفتی خود توسط ایران را احتمالاً با طلا پرداخت می‌کند. الیوت آبرامز، مسئول امور ونزوئلا در دولت آمریکا، روز پنجشنبه گفت که ایران از جمله در هفته جاری مشغول اعزام هواپیماهای بیشتر و بیشتری به این کشور آمریکای جنوبی بوده است.